اینها که تعدادشان به 601 تن میرسند. از ولایت‌های مختلف کشور اینجا در مرکز تعلیمی نظامی کابل در بخش افسران جوان به تازگی لباس نظامی برتن کردند. اما بنابر تضمین شفافیت در پروسه راه یافتنشان در این مرکز، مسئولان یک بار دیگر آنان را مورد آزمون قرار دادند تا ثابت شود که آیا واقعا شایستگی افسری را دارند یا خیر. آنان که سواد نداشته باشند، آنان که از لحاظ فیزیکی ضعیف باشند، در امتحان فیزیکی ناکام بمانند، سواد نداشته باشند، بدون شک که کسایی هستند که ممکن با وسیله و واسطه معرفی شده باشند. و ما من حیث قماندان از این مرکز که ما این جوانا را استخدام میکنیم به خاطر تامین امنیت بهتر صلح و ثبات در کشور، نباید این خیانت متقبل شود. آقای ظهیر میگوید همکنون هیچ مشکل در راستای تعلیم و تربیه نظامیان در این مرکز وجود نداشته و آنها در تلاش هستند تا بیشتر از پیش در زمینه مسلک سازی نظامیان در این مرکز توجه جدی نمایند تا از این طریق بتوانند در سراسر کشور بر علیه مخالفین مسلح دولت رهبری نبرد را به وجه احسن به پیش ببرند. آرزوهای داشتند که برخی از ولسوالی ها و ولایات را سقوط بدهند و حاکمیت خود را اونجا تمثیل بکنند. لله الحمد فرزندان اصیل وطن که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی عام از اردو، پلیس و امنیت وظیفه و دین خود انجام میتن. از سوی هم مقام های فرماندهی تعلیم و تربیه ارتش از عدم مسلکی بودن سایر نظامیان افغان در سراسر کشور به شدت ابراز نگرانی کرده از تلاش ها در این زمینه سخن میزنند. چون مملکت ما در حال جنگ است، جنگ سر ما تامین شده، اون طوری که لازم است مدت تعلیمات ما کوتاه بوده ولی نتیجه کمی منفی تر ما به دست آوردیم، ولی امیدوارم که بعد از بان هم شما میبینین در میدان نبرد و مبارزه روبرویی در همه جای این کشور ما، چی اردوی ملی بوده، چی نیروهای امنیتی بوده و چی امنیت ملی بوده، مردانه دفاع کرده. من برای تمام هموطنان عزیز خود اطمینان میتونم که هر یک از اینا پسان شیرهای خود بودن که در مقابل دشمن می جنگن. تی دا چی تاسوی نه دای و دا چی غط موت دی دا دشمن پا خلا چی دا دشمن خلا ماتیوی منگر آغلی و چی اجنبیان و پاکستانیان و بیگانه دادی واده و باسو. این گفته ها در حال مطرح می شود که همکنون بیشتر ساحات کشور به ویژه شمال در جنگ و ناامنی به سر می برد و حال که هوا در حالت سرد شدن است، گفته می شود هراس افغانان هم تلاش دارند تا جای پای برایشان در افغانستان پیدا نمایند. از این رو مقام های فرماندهی مرکز تعلیمی نظامی کابل هشدار می دهند آنان هرگز اجازه نخواهند داد تا مخالفین مسلح دولت به اهداف شومشان در کشور نایل آیند.